37 روز قبل وقتی مقاومت تو ایران با صراحت اعلام کرد که جنگ افروزی خامنه‌ای اساساً برای صد بستن در برابر قیام‌ها هستش، برای برخی هنوز باورش مشکل بود. اما این روزها کم نیستن سران رژیم و نفرات وابسته به این حکومت که با صراحت یا با کنایه به این موضوع اعتراف میکنن. همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به این موضوع بپردازیم. آقای میرداماد سلام میکنم به شما، شبتون بخیر. من هم سلام میکنم خدمت سیمای آزادی. زنده باشید. آقای میرداماد، دیروز در شبکه افق تلویزیون حکومتی یکی از کارگزارای امنیتی و از باند خامنه‌ای در یک مصاحبه گفتش که در واقع عملیات طوفان الاقصا امداد غیبی بوده که یک پروژه باز تولید 1401 رو در واقع در سال 1402 متوقف کرده و در واقع از این اتفاقاتی که الان در منطقه افتاده به عنوان یک امداد غیبی صحبت میکنه، امداد غیبی که این رویه و روند متوقف شد و کاملا به نفع ایران بود. این نقل قولی است که من به صورت خلاصه از اون کردم. چطور میشه عملیاتی که در غزه که رژیم به طور رسمی میگه دستی درش نداشته و بعدم حسن نصرالله اومده گفته که رژیم درش دستی نداشته و تلاش کرده در واقع به نوعی رژیم رو در ببره بعد از اینکه اتفاقاتی که در منطقه افتاده، میتونه امداد غیبی برای رژیم باشه؟ بله، همطور که شما خودتون در مقدمه گفتید، بحث مقاومت ایران پیوسته این بوده که رژیم با صدور بحران‌ها تلاش میکنه که در برابر قیام‌های مردم ایران سد ببنده و این رو گاهی وقتا رژیم اثبات کرده، گاهی وقتا نفی کرده به دلایلی که ذکر میکنم. توی اینجا این فرد که احمد قدیری ابیان است که یکی از عناصر اطلاعاتی سپاه است و از عناصر دست‌اندرکارهای خیلی از به اصطلاح تحلیل‌های سپاه و اینا هم هست، این میاد توضیح میده که میگه که کلیه کارهایی قرار بوده بعد از دی ماه سال 401 در ایران دو مرتبه قیام باز تولید بشه، در آبان سال 402 دوباره قیام دیگه ای شکل بگیره. این جملاتی که خودش داره در اینجا میگه اینا آروم آروم داشتن این فضا رو شکل میدادن، لایه های جدیدی رو با آن چیزی که در 1401 ایجاد کرد بیفزاید و پروژه در واقع با هشتگ به اسم رمز مهسا امینی دوباره در سال 402 بازیابی بشه. پس میچینه دیگه مفصل، صحبتش مفصل، من دیگه خیلی صحبت های این رو اشاره نمی کنم، به اصطلاح به طور کلی دارم میگم. و بعد اینجا خودش در یک نقطه‌ای برمیاد میگه که من این حرفی که دارم میزنم، فکر نکنید که دارم میگم ما در چیز دخالت داشتیم، در از صحبت من این برداشت نشود که پس طوفان الاقصا یک اقدام ایرانی بود، یعنی رژیم درش دست داشته. همچنین برداشتی نباید بشود، چنین برداشتی نباید بشود. حالا بگذاریم از تناقضات حرف این تو این رابطه، اون چی که بسیار مهم هست برای ما به نظرم بدونیم این هستش که این یک اعترافی داره میکنه که اساساً اون چیزی رو که خامنه‌ای همیشه گفته که ما باید در خارج از مرزهای خودمون بجنگیم تا در داخل خیابونهای خودمون نجنگیم. این حرف رو به نوعی دیگه وزیر اطلاعات رژیم هم دیروز گفته. ببین چی میگه. میگه که ما در الان جمهوری اسلامی داره یک قدرتی داره که در نقاط بزرگ مورد توجه قرار گرفته، با این قدرت ما می‌خواهیم به اصطلاح گروهک‌ها، باندها و تشکل‌های ضد امنیتی رو به اصطلاح آسیب دیدگی فرامرزی رو به کاهش ببریم. اینم حرف اون. حرف دیگه ای از طرف حمیدرضا حاجی بابایی هست، نماینده مجلس رژیم، قبلا وزیر آموزش پرورش تو دولت احمدی نژاد بود. اون هم باز دو مرتبه این به اصطلاح صحبتش مال دیروز هست، گفته که ما اعتقاد من این هست که ما دارای یک قدرت جدیدی هستیم در نظم نوین جهانی، در مرحله‌ای هستیم که داریم تعیین قدرت می‌کنیم. خلاصه این که ما می‌ریم در کشورهای دیگه در مرز اونها می‌جنگیم، این علامت قدرت ماست. پس ببینید یک خط، یک استراتژی رو چی سوار شده؟ رو این سوار شده که در داخل ایران توان حل تضاد نداره، پیوسته در تهدیده.
پیوسته در اینه که شرایط انفجاری جامعه دوباره به اصطلاح بالا بیاد و اون حالت جرقه تبدیل بشه به یک انفجار و اینا دو مرتبه پاشون گیر بیفته و به سمت سرنگونی برن. با صراحت خود هم این قدیری عبیانه که از همین سران سپاه هست داره میگه. حالا چرا؟ چون به طور واقعی این رژیم از هیچ الگوی اقتصادی اجتماعی برای مسائل ایران که پیروی نمیکنه. مثلا میگین از الگوی سرمایه‌داری داره دنبال میکنه، از الگوی شرقی داره دنبال میکنه، از فلان. یک سیستم سرهمبندی شده است تحت عنوان ولایت فقیه، بخشش مربوط به قرون وسطاست، بخشش از سرمایه‌داریه، بخشش سیستم‌های شرقیه، یک آش شل قلمکاریه که هیچ به اصطلاح انسجامی نداره. خودشون هم الان دارن، اقتصاددانانشون هم میگن ما هیچ تئوری نداریم. یک مشباندهای مافیایی دور و بر ولی فقیه برای اینکه اینو پیش ببرن. با چی؟ با سپاه. سپاه چطوری میخواد خودشو حفظ بکنه؟ فقط میتونه با بحران سازی در خارج از ایران. سپاه در داخل ایران کاری نیست. درسته. برابر این یک مجموعه ای خطوط استراتژیکی رژیم حول این سوار شده. به اصطلاح بیانات این افراد رژیم بیرون میزنه. الان دو در همین صحبت های شما دو موضوع مطرح میشه. شما میگید که این کارهایی که رژیم میکنه، حالا هر چقدر که در اون نقش داره یا دست داره، خب الان همه میگن که رژیم در این کار دست داره، یا میگن بالاخره پشتیوان و پدرخواندهش یا اون چیزی که سر مار گفته میشه رژیم هستش، رژیم ایران، رژیم آخوندی. از اون طرف خب خود اونها میگن که خب اگر همه خود سران رژیم یا بعضی از مهره‌هاش یا بعضی از فرماندهان سپاه، رژیم که چنین توانی در منطقه داره و میتونه اینقدر کشورهای دیگر رو درگیرش بکنه و یا حتی قدرت‌های بزرگ رو هم درگیر کنه، باشه نشونه قدرته. شما میگید که این نشونه ضعفه. این دو چیز رو چجوری باید در واقع با هم پیوند داد؟ بالاخره اگر که رژیم قبول کنه که چنین کاری کرده، به نوعی قدرت نمایی رژیم هست. بله. ببینید قدرت به شما باید قدرت رو تفسیر کنیم. این قدرت چی هست؟ یا یک قدرت اقتصادی، پایه‌های بسیار قوی اقتصادی داره در سطح جامعه، از لحاظ تولید ناخالص داخلی، از طریق خط از بین بردن فقر و پیش بردن رفاه اجتماعی، از در رابطه با افزایش تولید داخلی. چه چیزی داره این رژیم؟ الان خودشون سالهاست تو غرق در کسری بودجه، سالهاست واردات حرف اول میزنه در ایران، تولید نابود شده است. پس از لحاظ اقتصادی واضحه وضعیتش چیه. از لحاظ اجتماعی و سیاسی جایگاهی در مردم نداره. همین قیام پارسال که این طرف اینقدر ازش داشت وحشت میکرد، حرف اولش چی بود؟ مرگ بر خامنه ای بود. یادتونه امام جمعه ها این ور اون ور صحبت میکردن بابا اینقدر نگید مرگ بر خامنه ای، بگید مرگ بر رئیسی، بگید مرگ بر قالیباف. خب رأس رژیم اینقدر منفوره در مردم و اینقدر این رژیم رو مردم نمیخوان. حکومت آخوندی نمیخوایم، نمیخوایم، چقدر فریاد زدن. پس مشروعیت سیاسی اجتماعی هم نداره. عنصر نظامی چی؟ عنصر نظامیش الان وصل به سپاهه که اساس کارش پهپاد و موشک و ایناست. یعنی حتی عنصر هواییش هم الان آنچنان چیزی نداره و صنایع نظامی کلاسیکش خیلی چیز نیست. الان غیر کلاسیکش در واقع رو اکران بیشتر. بنابراین اون چیزی رو که الان این چسبیده بهش، همین نیابتی ها، همین عناصر به اصطلاح تروریستش در کشورهای دیگه است که بتونه از طریق اونها اعمال قدرت بکنه. بنابراین از لحاظ قدرت پایدار واقعا دستش خالیه، چیزی نداره. یک نظام نامشروع که به لحاظ اقتصادی هم مطلقا به اصطلاح پایه و ساختارهای عمیق اقتصادی سالم و پایداری نداره. هرچی از فساد و باندهای مافیایی هست. از این روز که این تناقضی که وجود داره، قدرت نمایی، ما بهش میگیم قدرت نمایی یا قدرت نمایی پوشالی. همین که می‌بینیم قیام میشه در داخل ایران، همه دستگاهش فرو میشه.
فرو میریزه. یادتونه پارسال چقدر از خود همین این پاسدارا ریزش کردن. حتی اینا خودشون میگفتن بسیاری از کسایی که در زندان دستگیر شدن 20% من 25%ش عناصر بسیج بودن، افرادی بودن که کارت بسیج داشتن یا بچه بسیجی بودن یا بالاخره یه ربطی با اینا داشتن. نمیتونید، در منطقه هم همینطوره، تظاهرات و اعتراضات علیهش بلند میشه. بنابراین اگر ما ببینیم که این تناقض وجود داره، از یه طرف مدعیه که قدرت دارم، خب اگه تو قدرت داری همین ابیانه تو صحبتاش، اگه تو قدرت داری پس چرا اینقدر از قیام 401 میترسی؟ پس چرا اینقدر 90% صحبتت راجع به اینه که تو قیام 401 چه بلایی سر رژیم مردم ایران رو بردن؟ چون اینها ماده قدرت نیست. بنابراین داره همون اون صدور ارتجاع و صدور بنیادگرایی خودش و صدور تروریسم و جنگ افروزی رو ماده میکنه. قیمتش رو کی داره میده؟ مردم محروم فلسطین، مردم کودکان فلسطینی. این امداد غیبیه که مردم در فلسطین اینطوری دارن کشتار میشن. همین امداد غیبی رو خمینی داشت میگفت. مگه در دوران جنگ نگفت امداد غیبیه این جنگ؟ چه امداد غیبی هست که این همه جوانای مملکت رو برمی‌داشتن از سر چهارراه جمع می‌کردن می‌بردن برای جبهه به زور، یا بچه‌ها رو می‌بردن؟ این شد امداد غیبی خمینی، چون جنگ مایه حیاتش بود، جنگ افروزی مایه حیات خامنه‌ایه. خودش هم به صراحت بارها و بارها گفته. ولی چنین صحبت‌هایی، چنین حرف‌هایی، اون چیزی که بیشتر برای مردم روشن می‌کنه اینه که ماهیت و دست اینا رو بیشتر رو می‌کنه. اگه یادتون باشه پیروز رفیق دوست، محسن رفیق دوست وزیر دفاع سپاه بود، وزیر سپاه بود در همون اولین و آخرین وزیر سپاه بود، گفت که ما گروگان‌هایی داریم دستمون که اگه به ما حمله کنن اینا رو می‌کشیم. بعد اینقدر خودشون دیدن خیلی گاف بزرگی داده، اومد دو روز بعد درستش کنه خرابترش کرد. خب اینا اینطوری هن، یعنی اساساً نه که استراتژی و پایه قدرتشون روی مردم ایران نیست، روی جنایتکاری و جنگ افروزی و تاراج اقتصاد ایرانه. به همین خاطر از این تناقضات هم در صحبتاشون به وفور هست. پسر علی آقای میدامه، تشکر میکنم از شرکت تو برنامه امشب و توضیحاتون در رابطه با وضعیت رژیم و به نوعی از یک طرف اینکه فکر میکنن این کاری که کردن قدرت نمایی محسوب میشه و از اون طرف هم تلاش میکنن که در واقع از عواقبش فرار کنن. بله دیگه، از به قول معروف از نون جنگو بخورن ولی دود جنگو نخورن. درسته. بله. قطعا باید قضایا رو پی گرفت تا ببینیم که به کجا میره و سرنوشت این رژیم هم تا چه میزان با موضوعات منطقه‌ای گره خورده. ممنونم که با ما همراه بودید برای توضیحاتتون تو برنامه امشب. منم متشکرم از شما و خیلی ممنون. ممنونم.